سلام مخاطبان ایندیپندنت فارسی، مهمان امروز من آقای دکتر سامه خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست هستم. آقای خسروی فرد، به نظر شما چه عواملی در بروز زلزله که ترکیه نقش جدی میتونن داشته باشن؟ بله، خیلی ممنون از دعوتتون. به هر حال مسئله زلزله یک مسئله زمین شناختی است و حرکات و رفتار داخل زمین در همه جای دنیا باعث بروز زلزله میشه، در خیلی از جاها روی مناطق زلزله خیز، روی گسلها. اما اینکه چه عواملی ممکنه که باعث تشدید این اتفاق بشه و یا اینکه احتمال بروز زلزله رو بالا ببره، این میتونه یک سوالی باشه که راجبش بحث زیاده. از جمله مثلا فرض کنید سدسازی ها از عواملی هست که راجبش صحبت میشه. کارشناسان محیط زیست اشاره میکنن به اینکه مسئله سدسازی ها و به خصوص مخزن سدها، چیزی که بهش میگن ریزروار ایندیوس سیسمیسیتی، این ممکنه که باعث افزایش بروز زلزله ها بشه. کما اینکه در ترکیه هم این اتفاق خب راجبش حرف و حدیث زیاده، به خصوص که میدونیم طرح گاب در ترکیه 14 صد روی فرات، 8 صد روی دجله قرار ساخته بشه و داره میشه و به پایان رسیده بخش عمدش و به عنوان طرح آناتولی جنوب شرقی مطرحه و حالا اثرات زیانبار دیگری که داره بر روی محیط زیست که حالا الان موضوع بحث ما نیست، ولی از جمله اثراتی که میتونه داشته باشه به خصوص سد آتاتورک که بزرگترین سد ترکیه است و مخزن سدش بیش از تمام سدهای ایران یا حداقل میشه گفت معادل تمام سدهای ایران مخزنش در واقع گنجایش داره، صحبت از این هستش که میتونه که نقش داشته باشه بر روی زلزله به طور کلی. آقای دکتر، به نظر شما میشه انتظار داشت همین عوامل در بروز زلزله در تهران هم موثر باشه، با توجه اینکه آقای پروفسور عکاشه چند سال قبل وقوع زلزله بزرگ در تهران رو حتمی دونسته بود؟ بله، ببینید موضوع زلزله در ایران که موضوع عجیبی نیست و باز کارشناسان زمین شناسی، کارشناسان زلزله به خصوص راجبش صحبت ها کردن، سالیان سال راجبش در روزنامه ها مقاله هایی نوشتن. از جمله دکتر بهرام عکاشی شما بهش اشاره کردین، دکتر مانوئل بربریان سالها قبل از ایشون حتی شاید اشاره میکرد و در سالهای اخیر دکتر مهدی زاره رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله راجع به این مسائل زیاد صحبت کردند و نگرانی از بروز زلزله طبیعتاً در ایران و به خصوص در جای پرتراکمی مثل تهران روز به روز هم باید بیشتر نگرانش بودی، نگرانی وجود داره و خب به هر حال میدونید آثار و عواقب زیست محیطی که چه به زلزله در واقع ایجاد میکنه هم میشه راجبش صحبت کرد، میشه راجبش بحث کرد و اون مسائل مربوطه به علاوه بر مسائل در واقع انسانی و اقتصادی که داره، آثار و عواقب محیط زیستی هم که به جا میذاره زلزله هم شدیده هم طولانیه و حتی میتونه رفتار زمین رو عوض کنه. مثلا فرض کنید میزان وضعیت آبخانها رو تغییر بده، کیفیت آبهای زیر زمین رو تغییر بده و مسئله از این دست میتونه ایجاد بکنه که در بلند مدت حتی برخی از مناطق جای زیست و زندگی برای انسان دیگه نباشه. گفته میشه که شما البته تو صحبتاتون اشاره کردین که اجرای پروژه‌های بزرگ سدسازی در واقع در کشور ترکیه باعث بروز زلزله اخیر شده و حالا به خصوص، نظر شما به عنوان متخصص محیط زیست در مورد این موضوع چی هستش؟ ببینید این مسئله نزدیک 3 دهه هست راجع به این موضوع صحبت میشه، راجع به اثر در واقع سد و سدسازی بر روی گسلها و بر روی زلزله خیزی. چندی پیش مقاله منتشر شد در مطالعه ای که 200 مخزن سد رو مورد بررسی قرار دادن، به این نتیجه رسیدن که 32 زلزله بیش از 4 ریشتری در جهان اتفاق افتاده. یکی از معروف‌تریناش در 1967 در هندوستان بود که باعث کشته شدن 180 نفر شد. اخیراً حدود 2 سال پیش مقاله علمی منتشر شد، بویوکا پینار اسم نویسنده اصلی مقاله است، نویسنده در واقع محقق ترکی است، روی سد آتاتورک به طور مشخص کار کردن و به این نتیجه رسیدن که سد آتاتورک باعث افزایش چشمگیر زلزله های یا زمین لرزه های در واقع محلی میشه و حتی سال 2000
17 و 2018 دو زلزله در اون منطقه رخ داد که خب این متخصصین دلیلش رو ایجاد سد مخزنی و ایجاد سد در واقع آتاتورک و مخزن سد آتاتورک میدونن که اولی 5.5 ریشتر بود و دومی 5.1 بود. به نظر میاد که بله این موضوع هست، هرچند همونجور که عرض کردم کارشناسان عمران بخششون کارشناسان زمینشناسی ممکنه که با این موضوع زیاد سر سازگاری نداشته باشه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سامه خسروی فرد از گفتگو با ایندیپندنت فارسی. خدا نگهدارتون.